یه ویدیوی خیلی خیلی قشنگ آماده کردم که میخوام براتون بذارم. ما در طول دوران زندگی هامون معمولا افرادی رو در سطح جهان میشناسیم که به شدت موفقن و الگوهای شاخص هویتی اجتماع ما هستن. میریم صحبت‌های آرنولد رو بشنویم که یکی از اسطوره‌های بزرگ ورزش جهان و موفقیت هست. بریم با هم ببینیم. مایکل جوردن said in one of his interviews when they said you are unbelievable, you're the greatest basketball player of all times. Tell me about that. And he says, well, you're just mentioning the successes. But he says, for me to become the greatest basketball player, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. Does it make him a failure? No. We all fail. It's okay. What is not okay is that when you fail, you stay down. And winners will fail and get up. Fail and get up. Fail and get up. You always get up. That is a winner. That is a winner. ویدیوی خیلی آموزنده ای بود. به ما میگفتش که افراد موفق وقتی میبینیم فکر نکنیم اینا راه 100 ساله رو به یه روز رفتن. یک ساعت موفق شدن. نه. ما داریم فقط موفقیت های اونا رو میبینیم، شکست هایی که باعث شده اونا موفق بشن رو نمیبینیم و ندیدیم. پس خیلی خوبه که ما در مسیر موفقیت الگوهامون این رو در نظر بگیریم که اونها اگر موفق شدن چه شکست هایی رو متحمل شدن و در حال حاضر چه شکست هایی جلوی راه ما هست. اون شکست ها نباید ما رو از راه و از رسیدن به هدفمون چیکار بکنه؟ بگیره. اگه میخوای یه فرد خیلی موفق، پیروز و پیشگام باشی، از درون خودت آگاه بشی و از پیرامون خودت آگاه بشی و بدونی چجوری باید با درون و بیرون خودت تعامل برقرار بکنی و همیشه در راه‌های صحیح باشی، پیج منو دنبال کن.